سلام به شما عزیزان، در هر کجای این جهان که هستید و در این ساعت 9:15 دقیقه یک شنبه شب تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. آنگونه که ناظران اوضاع در منطقه تایید می‌کنند، موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه همچنان در جریان است. مخالفان مسلح حکومت معمر قذافی برای سرنگون ساختن این حکومت وارد طرابلس پایتخت لیبی شدند. در سوریه علی‌رغم کشتار مخالفان، ندای دموکراسی خواهی مردم در زیر آسمان دمشق و دیگر شهرهای سوریه تنینی روزافزون دارد. در مصر هرچند تنش تازه در روابط این کشور و اسرائیل رو به فزونی دارد، اما نهادهای برآمده از انقلاب مصر در تدارک برگزاری انتخابات دو مجلس مصر در ماه نوامبر هستند. و در ایران به رغم زندانی و شکنجه کردن صدها ایرانی خواستار دموکراسی، اعتراض به آنچه که دیکتاتوری دینی خوانده می شود ادامه دارد. بررسی میکنیم آخرین خبرها در روند دموکراسی خواهی در ایران و دیگر کشورهای منطقه را در گفتگو با دکتر جمشید فاروقی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ در بن آلمان، و آقای سعید قاسمی نژاد، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس. جمشید چالنگی هستم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای جمشید فاروقی چهره آشنا برای بینندگان عزیز ما هستند. مسئولیت ایشون در صدای آلمان دوچه وله هم پیشتر اشاره کردیم، نظراتی که مطرح میکنن و نقطه نظرهای شخصی خود ایشون هست به عنوان یک پژوهشگر، پژوهشگر تاریخ و نویسنده که تا به حال آثار متعددی داشتن در زمینه دموکراسی و همینطور نتایج پژوهش‌های تاریخی ایشون به زبان‌های فارسی و آلمانی. سلام میگیم به شما آقای دکتر فاروقی عزیز. منم سلام دارم خدمت شما آقای چالنگی، همینطور مهمان محترمتون و بینندگان محترم صدای آمریکا در هر گوشه و کنار جهان که در این لحظه شاهد این تصویر هستند. جمهوری اسلامی در تدارک انتخابات از قدم‌های اولیه، اما واقعاً با سیر رویدادهای ایران برگزاری انتخابات اساساً مجلس شورای لازم هست برای نظامی که همه حرفا از اول و آخر رو یکی میزنه، ولی فقیه منطقا اگر که ما بخوایم حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رو مد نظر قرار بدیم، این بحران اعتمادی که در جمهوری اسلامی روی نموده از طریق برگزاری یک انتخابات جدید برطرف نمیشه و مادام آنکه حکومت جمهوری اسلامی نتواند اعتماد مردم رو جلب کنه، به نظر من این کارها فقط بذر کردن چهره کریه دیکتاتوری در ایرانه و هیچ ثمری رو به همراه نخواهد داشت، به خاطر اینکه همونجور که خودتون گفتین در دیکتاتوری ولایی جایی برای رأی مردم باقی نمیمونه و مادام که مردم این تجربه رو ظرف این دو سال گذشته به وضوح دیدن، به نظر نمیاد که به سادگی حاضر باشن که به پای صندوق‌های رأی برن. یکی از مواردی که خیلی اهمیت داره، ما در زبان فارسی رسم میگیم سکوت علامت و نشانه رضایت، ولی باید گفت که سکوتی که اکنون در برخی از نقاط کشور به چشم میاد در بین برخی از اقشار مردم نشانه نارضایتی است، نشانه بیتفاوتی سیاسی است نسبت به آنچه که در رأس حکومت هم اکنون در جریانه. سلام میگیم به آقای سعید قاسمی نژاد در پاریس. سلام بشم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب فاروقی و همیهنان عزیزمون. من میخواستم قبل از شروع بحث ماه رمضان رو خدمت همیهنان که روزه میگیرن تبریک بگم و پایان ماه رمضان رو خدمت همیهنانی که روزه نمیگیرن ولی خب متاسفانه از ابتدایی که این ماه شروع میشه حقوق اولیهشون، بدیهی ترین حقوق اولیهشون یعنی خوردن و آشامیدن در زمانی که گشنه هستن و تشنه هستن از طرف یک اقلیتی نقض میشه و اگر این کار رو بکنن میتونن حتی به مراجع قانونی هم کشونده بشن. امیدوارم یک به زودی در اون مملکت ما به جایی برسیم که یک گروهی عقیده خودش رو به بقیه تحمیل نکنه، روزداران و روزنداران بتونن اونجا با هم در صلح و صفا زندگی کنن و پیروان همه ادیان قطعا بدون هیچ تردید بتونن در زیر سقف آسمان همه ادیان و حتی آنان که به دینی اعتقاد ندارن. برحال آقای قاسمی نجات، مسئله اونطور که آقای دکتر فاروقی میگه آقای بحران اعتماده، گیریم که مردم، اکثریت مردم اعتماد به نظام کردن، به رهبری نظام، همچنان که با آیت الله خمینی مشکل حل خواهد شد؟ نه خیلی، یک بخشی خب طبیعتا همونطور که آقای فاروق گفتن بحران اعتماد هست. الان مشکل اصلی جمهوری اسلامی این هست که یک حکومت غیر دموکراتیک هست، یعنی یک نفر اون بالا نشسته، همونطور که باز آقای فاروق گفتن یک نفر اون بالا نشسته و برای همه میخواد تصمیم بگیره، منتها میخواد یک حالا یک رویه شبه دموکراتیکی هم داشته باشه برای اینکه هم مردم رو یک مقدار آرام کنه هم به طرف خارجی یک پوز دموکراسی بده. الان شما نگاه کنید، خنده‌دارترین حرفی که راجع به یک انتخابات میشه زد رو آقای خامنه‌ای میزنه، یعنی این جناح به اصطلاح اصلاح طلب رو که کلن حذف کردند و به اصولگرایان هم میگه که شما یک لیست بدید. خب یعنی اصولگرایان یک لیست بدن، کسی هم نباشه، خب کسی با کسی رقابت نمیکنه. این اساسا رسما انتصابات هست نه انتخابات. خب آقای فاروق در همین زمینه چون پرسش از خود شماست، مسئله اعتماد مسئله عمده است. آقای فاروقی صدای ما قطعا بله بله قطعا این گونه است که آقای چالنگی، یعنی که اگر اعتماد نباشه شما به طور مشخص در یک جامعه‌ای که درش اعتماد به حاکمان سلب شده رابطه یک طرفه دارید، رابطه از بالا به پایین دارید و این رابطه رابطه سالمی نیست. ما اگر الان همجور که امروز خودتون اعلام کردین در دستور کار برنامه امروز هم قرار داره، پیامی که از جنبش دموکراسی خواهی در کشورهای عربی برمیخیزه آنچنان روشن و آشکار هست که ما میبینیم اگر حکومت ایران نخواد این پیام رو بشنوه، این پیام رو مردم سوریه برای حاکمان سوریه نمیزنن یا مردم لیبی برای حاکمان لیبی، این پیام در کل منطقه داره تکرار میشه و اگر اینها بخواهند با لجاجت همون سیاستی رو دنبال بکنن که ظرف این 32 سال دنبال کردن، قطعا نمیتونن اعتماد مردم رو جلب بکنن و وقتی هم که اعتماد مردم سلب شده باشه طبیعیه که اگر شما سرکوبشون بکنید سکوت میکنن و اگر هم سکوت کردن به معنای نیست که پذیرای آن چیزی هستن که حکومت از مردم طلب میکنه و من فکر میکنم بحران اعتماد یک بحران جدی است که حکومت باش رو در رو هست. این بحران اعتماد برخواسته از بحران مشروعیت هست، هر چقدر هم که حکومت بخواد به مشروعیت الهی چنگ بیاندازه و بخواد از طریق مشروعیت الهی بخواد خودش رو توضیح بده، تا وقتی که مردم این حق رو برای حاکمان قائل نباشن و حکومت رو برای آنها امر محقی نبینن به هیچ روی به هر حال این بحران مشروعیت حل نمیشه و بحران اعتماد باقی میمونه. آقای قاسمی نژاد، صحبت سکوت شد میبخشید صحبت سکوت شد ما صرفمون گرفت میبخشید. آقای قاسمی نژاد عزیز ببینید، امروز من طبق معمول با جوانانی که صحبت میکردم، عزیزان جوانان شایسته ایرانی، به هر حال نتیجه ای که گرفتم یا حرفی که زدن از شما میپرسم، این سکوت آیا میشه تعبیرش کرد به بی‌تفاوتی مردم، نومید شدن مردم، یا خیر جریان دموکراسی خواهی در ایران در زیر پوست جامعه در حرکت و منتظر فرصتی مناسب در یکی از گردنه‌های تاریخی آینده ایران یا شرایط مناسب، چه میبینید؟
من فکر میکنم این جریانی که در ایران الان هست همینطور که فرمودید زیر پوست جامعه هستش و در اولین فرصت این بیرون خواهد زد، چنانکه ما خب در این یک سالی که حالا یک سکوتی حاکم شده دیدیم هر وقت که کوچکترین فرصتی پیدا کردن مردم حرفشون رو زدن. یعنی حتی مثلا در شما شاهد بودید در استادیوم آزادی که جایی هست که دیگه واقعا توده های مردم میرن و شاید الیت خیلی اونجا نره، اون بخشی که میگن طبقه متوسط حالا شاید خیلی اونجا نره. ما دیدید شما شاهد مثلا شعار نقض نلبنان حتی در استادیوم آزادی بودیم و به نظرم اولین فرصتی که مردم پیدا کنن بیرون خواهند ریخت و اتفاقی که به گمان من در بار بعدی که بیرون بریزن مردم اون اتفاق خواهد افتاد این هستش که توده به گمان من از الیت جلو خواهد افتاد. یک چیزی که الان ما فکر میکنم در جامعهمون میبینیم این هستش که الیت جامعه ما، نخبگان جامعه ما تا یک حدی بی اعتبار شدن بین توده ها. یعنی به هر حال این برایند رو ما شاهد هستیم، این سخنان رو گوشه کنار میشنویم که یک بار ملت اومدن به مدت 6-7 ماه پیوسته در خیابان بودن اما نخبگان جامعه ما نتونستن راه حلی ارائه بدن برای اینکه به یک نتیجه عینی برسه، در حالی که خب در کشورهای همسایه ما، در حالی که اینها جنبش دموکراسی خواهیشون بسیار دیرتر شروع شده، جنبش فعلیشون هم بعد از جنبش سبت ما شروع شد، به هر حال به یک سری نتایج عینی رسیدن. من فکر کنم اتفاق این بی‌اعتمادی توده به نخبگان سیاسی وجود داره و تفسیر شما رو درباره سکوت‌های دکتر فاروقی میشنم نومیدیست؟ نه بله، من فکر میکنم آقای قاسم نژاد به درستی اشاره میکنن این سکوت نشانه نومیدی نیست، این سکوت همونجوری که من گفتم نشانه سلب اعتماد نسبت به حکومته و در این حال هم در واقع سرکوب مستمری که از جانب نیروهای انتظامی در سطح جامعه اعمال میشه. خب این سرکوب مردم رو وادار به سکوت کرده و مردم اگر به اون شکلی که ما در 25 خرداد و بعد در عاشورا تاسوعا باش روبرو بودیم به اون شکل نارضایتی و اعتراض خودشون رو بیان نمی کنند، اما این سکوت به معنای این نیست که مردم پذیرای آن شرایطی شدن که الان در جامعه حاکم است. من واژه بی‌تفاوتی رو که به کار بردم ازش این رو میفهمم، جامعه اگر که اعتمادش رو نسبت به حکومت از دست بده، این که در رأس حکومت چه کسی بنشینه و ترکیب و آرایش نیروها در رأس حکومت چگونه باشه، جامعه نسبت بهش با بی‌تفاوتی برخورد میکنه، اما جامعه نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به آینده خودش به هیچ رو بی‌تفاوت نیست، بلکه اشکال جدیدی رو برای بیان اعتراض خودش همواره جستجو کرده و با خلاقیتی که در نزد جوانان ایرانی من سراغ میگیرم و میبینم، اینها در آینده باز هم از همین خلاقیت استفاده میکنن برای بیان اعتراض خودشون. چقدر رویدادهای منطقه اثرگذار خواهد بود آقای قاسمی؟ اون چه که در سوریه میگذره، اون چه که در مصر در جریان هست، اون چه که در تونس هست، انتخابات نوامبر تونس که نقطه عطفی در تاریخ معاصر این کشور، چقدر اثرگذار هست روی روان شدن موج دموکراسی خواهی در تهران، شهرهای دیگه ایران؟ طبیعتا اتفاقاتی که در منطقه میفته روی ایران هم مؤثر هستش. شما یادتون از بحثی که پس از تونس پدید اومد، پیروزی مردم تونس با این عنوان که چرا تونس ایران نتونست، و این طبیعتا تأثیر میذاره روی مردم ایران، روش هایی که اونها استفاده کردن رو مردم میبینن، پیروزی ها و شکست های اونها رو میبینن و بار بعدی که این فرصت پدید بیاد طبیعتا من امیدوارم که عملکرد ما بهتر باشه. منتها اتفاقی که در کل خاورمیانه داره میفته اگر بشه که دو سه نکته راجع بهش گفت، نکته اول این هستش که ما در خاورمیانه شاهد توده‌ای شدن سیاست هستیم. یعنی توده ها به عرصه سیاسی وارد شدند کامل، اتفاقی که مثلا در ایران در 57 افتاد. اینکه آیا این لزوما به دموکراسی منجر می شود یا نمی شود بستگی به این داره که اون جامعه زیر ساختهاش رو داره یا نه، چون توده ای شدن سیاست لزوما به معنی دموکراتیک شدن نیستش، به این معنی هستش که مردم در سرنوشت خودشون اثرگذار خواهند بود. ممکنه که این اثرگذاری رو به یک سمت و سوی غیر دموکراتیک ببرن، اتفاقی که شاید در برخی کشورهای منطقه ما بیفته.